شگفتی ها و رازهای سر به مهر شهر سوخته، گزارشی تصویری از دویچه وله. برای سومین سال پیاپی به دلیل عدم اعتبار، تحقیقات و اکتشافات جدید در شهر سوخته متوقف شده است. در انبار موزه ملی ایران استخوان‌های کشف شده از شهر سوخته را در کارتون و جعبه‌های شیرینی نگاه می‌دارند. بسیاری از باستان‌شناسان تصویر روی این جام سفالین متعلق به 5000 سال پیش در شهر سوخته را اولین تصاویر متحرک یا انیمیشن در دنیا می دانند. تصویر روی این جام بزی را در حال حرکت و پرش به سمت درخت برای خوردن برگ نشان می دهد. ظرافت حرکات بز برای پریدن به سمت درخت باعث حیرت باستانشناسان شده است. شهر سوخته نام بقایای دولت شهری باستانی است که در 56 کیلومتری شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. ایرانیان حدود 6000 سال پیش در این شهر زندگی می کردند. نمایی از یک جمجمه کشف شده در شهر سوخته که نشان می دهد روی آن فعالیت هایی صورت گرفته است. در کاوش های سال 1385 از شهر سوخته برای نخستین بار یک چشم مصنوعی پیدا شد. به گفته محققان روی این چشم مصنوعی ریزترین مدرک های داخل کره چشم توسط مفتول هایی از جنس طلا به قطر کمتر از نیم میلیمتر طراحی شده است. دو سوراخ در دو طرف این چشم مصنوعی وجود دارد که محل عبور نخهایی است که آن را روی سر اسکلت ثابت نگه می داشته است. شواهد موجود مبنی بر تماس طولانی این چشم مصنوعی با پوست حدقه چشم، حاکی از استفاده آن در زمان حیات و زندگی صاحب آن است. گفته می شود این تازهای کشف شده در شهر سوخته از قدیمی ترین تازهای جهان هستند. استخوان‌های کشف شده از شهر سوخته در انبار موزه ملی ایران داخل کارتون مادربرد، کامپیوتر و کارتون شیرینی نگهداری می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، اشیای تاریخی نگهداری شده در زیرزمین موزه ملی ایران هیچ گونه بسته‌بندی استانداردی نداشته و در کارتون های تلمبار شده مواد شوینده، جعبه شیرینی، دستمال کاغذی، کیسه های نایلونی معمولی و در فضایی نمناک و نیمه تاریک نگهداری می شوند. پیش از این رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گفته بود در جعبه هایی که اشیای تاریخی در انبارهای موزه در حال نگهداری هستند لاشه موش پیدا شده است که مسلماً آسیب‌هایی را به آثار تاریخی وارد کرده است.
نمایی از زیرزمین موزه ملی ایران که اشیاء تاریخی از جمله آثار باستانی شهر سوخته را در گونی نگاهداری می کنند. در شهر سوخته 3 نوع قبر کشف شده است. مهمترین نوع قبر چاله ساده بوده است که مرده را همراه با اشیاء و غذا دفن می کردند. شهر سوخته جزو شهرهای بسیار پیشرفته زمان خود بوده است. در کاوش‌های اولیه از شهر سوخته لوله کشی آب و فاضلاب با لوله‌های سفالی پیدا شده که نشان دهنده وجود نوعی برنامه ریزی و سازماندهی شهری در این شهر باستانی است. پارچه‌هایی که در شهر سوخته یافت شده در هیچ کجای ایران یافت نشده است. نمونه ای از پارچه کشف شده از شهر سوخته: شانه چوبی کشف شده از شهر سوخته، نمایی از یک اسکلت که همراه با ظروف قضا در شهر سوخته دفن شده است. باستانشناسان وسعت شهر سوخته را 151 هکتار تخمین زدند. این شهر دارای 5 قسمت اساسی است، از جمله قسمت مسکونی، بخش مرکزی، منطقه صنعتی، بناهای یادمانی و گورستان. 80 هکتار از شهر سوخته را بخش مسکونی تشکیل داده است. نمایی از یک مجسمه کشف شده از شهر سوخته. بنابراین گزارش، بخش عمده ای از این اشیا که در زیرزمین موزه ملی ایران به این شکل اسفبار نگهداری می شوند متعلق به اکتشافات باستانشناسان قبل از انقلاب است و تا به حال در معرض دید عموم قرار نگرفته است.